بینندگان عزیز سلام بر شما، امیدوارم تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی رو که امروز با هم هستیم اوقات بهتری داشته باشیم. امروز 20 ماه نوامبر سال 2015 و برابر است با 29 آبان ماه 1394. بگید ببینیم که شما چه میکنید بس از این ماجرای کشت و کشتار در فرانسه، قبل از اون در بیروت، در لبنان و گویا امروز یا دیروز هم، از امروز صبح که من بیدار شدم می نمیشم باز در یک هتلی در مالی و نمیدونم والا دنیا به کجا داره میره. مثل اینکه این تروریستا هم با هم مسابقه گذاشتن، حالا که اسم داعش مطرح هست اونا میگن ما چرا از قافله عقب بمونیم و گویا اون القاعده در اونجا باز به اصطلاح کشت و کشتار کرده. امروز ساعت 3 یک مهمانی دارم براتون از ایران، امیدوارم که ارتباطمون درست باشه و اشکالی برقرار به اصطلاح در بین نباشه تا بتونیم با این دوستمون صحبت کنیم. ضمناً امروز در ایران بذارید براتون بیارم بخونم که تظاهراتی بوده و برای من خیلی جالبه که این به اصطلاح تظاهرات این همه مردم درش شرکت کردن. اسمش هست گرد همایی سال روز تصویب قانون کار با اعتراض به تجمیع بیمه های درمانی. من بارها بهتون گفتم ماها که چند سال از ایران دور بودیم، الان برامون خوندن اینها هم یه مقدار مشکل شده. حالا این تجمیع من نمیدونم منظورش یعنی اینه که وقتی دو تا چیز رو ادغام میکنن، جمع میکنن با هم، چون تجمیع یعنی کلمه از کلمه جمع کردن باید بیاد. من اینو بهتون نشون بدم، شما اینجا باشید و ببینید. وزارت بهداشت به ذخایره، من عذر میخوام یه چیزی رو اینجا باید عوض کنم، بله، وزارت بهداشت به ذخایر درمانی کارگران و بازنشستگان دست اندازی نکند. والا من این رو نمیفهمم، ذخایر درمانی یعنی مبلغی یا پولی رو که کارمندا و کارگران و بازنشستگان ذخیره کردن، یا مثل اینجا حسابای بازنشستگی شونه. اگه شماها بیشتر از من از این ماجرا میدونید توضیح بدید. ضمن این که بذارید باز بهتون این رو نشون بدم، عکسای زیادی هست و مثلا ببینید اینجا نوشته که ما کارگران بازنشسته خواستار استقلال کامل سازمان تأمین اجتماعی از نظر خدمات درمانی و اداری میباشیم. من یادمه که یک دفترچه هایی رو درست کرده بودن، پدر خود من چون کارگر بود ولی کارگری بود که خودش به اصطلاح رئیس خودش بود و حقوق میداد و اینها، بیمه برای خودش باید میخرید، برای کارگراش باید میخرید و اینها، و خداییش بیمه بدی هم نبود اون خدمات درمانی، ولی متاسفانه خیلی ها ازش سوء استفاده کردن. من یادمه همون اوائلی که ما اومده بودیم آمریکا یه دوستی داشتیم دکتر و خیلی هم از زرنگیاش میگفت و اینها و تعریف میکرد که دفتر صفحه های دفاتر خدمات درمانی مردم رو ازشون میخره، بعد مینشسته چه چیزهای عجیب و غریب و گرونی رو پر میکرده. خب این دکتر مملکت ما، اون سیستم خدمات درمانی در زمان شاه، حالا این خدمات درمانی در زمان آخوندا، ولی برای من اون چیزی که مهمه این تعداد جمعیتی هست که اینجا جمع شده و اجازه راهپیمایی دارن، اجازه تظاهرات دارن، با خودشون پلاکارد آوردن. این به نظر من یک قدم خیلی مفید بوده. هر کسی که تونسته بانی و به اصطلاح آغازگر این باشه باید بهش تبریک بگیم. این عکس هشتم از 26 تا است، عکس است که نوشته ادغام بی ادغام، پس همون تجمیع لابد یعنی ادغام کردن، و اینجا هم تریبونی گذاشتن و صحبت میکنن و اینها. و این رو هم اگر خواستید من این رو از خبرگزاری دانشگاه آزادی اسلامی، یعنی اصلا نمیدونم آنا
چه ربطی به خبرگزاری دانشگاه آزاد اسلامی داره. در هر صورت اینجا نوشته ANA News Agency. معمولا آمریکا وقتی می‌نویسه، مثلا انگلستان می‌نویسه BBC یا آمریکا می‌نویسه NBC، اینا مخففه. مثلا National Broadcasting میگن NBC، BBC نمیدونم British Broadcasting میگن BBC، یا CNN اون وقتا یادم بود Something Network، اینا یادم رفته الان از بس کم استفاده کنیم. Voice of America می‌نویسه VOA، VOA Voice of America، ولی ANA بعد می‌نویسه خبرگزاری دانشگاه آزاد اسلامی. اینو شما لطف کنید برای من تعریف کنید. مخالفت خود را با هر گونه ادغام سازمان تأمین اجتماعی با صندوق‌های بیمه‌گری خصوصا بیمه سلامت اعلام می‌داریم. البته یادتون باشه توی این تظاهرات معمولا بعضی وقتا پلاکارت هایی هم چاپ میشه که اون بنده خدا که میرسن اونجا پلاکارت رو میدن دستشون میرن، بعدن خبر ندارن که چه عاقبتی هست و چه کسی پشت اون بوده، چه آقازاده‌ای میخواسته مثلا این کار انجام نشه تا اون بتونه بیشتر بخوره، یا یک چه آقازاده‌ای میخواسته این کار انجام بشه تا اون یکی بتونه بخوره. خلاصه اصلا دنیای بدی شده. الان جمعه هست، ما نمیخوایم به اصطلاح از چیزای بد صحبت کنیم، ولی چی بگیم؟ چیز خوبی هم مونده که ازش صحبت کنیم. آره، چیز خوب این که امروز یک مهمانی دارم ساعت 3 بعد از ظهر از تهران. و اما جالب، داعش حمله میکنه. این کشورها، سوپر پاورها، قدرت‌های بزرگ به جای این که به فکر این باشن که چه باید کرد، راه چاره چیه، اینها درست همون کاری رو انجام میدن که داعش میخواد. یعنی داعش میخواد الان مردمی رو که دارن از سوریه فرار میکنن برسن به یه جایی، بچه هاشون کشته نشه، زنشون مورد تجاوز قرار نگیره، دخترشون فروش نره، اون میاد از این وریه حمله میکنه. آمریکا و کشورهای دیگه میگن آقا جلو اینا رو فعلا بگیرید. داعش هم میگه خب خوب شد، ما حالا هر چی رو بخوایم میکشیم و هر کی بخوایم تجاوز میکنیم، هر کسی رو هم بخوایم در بازارهای برده فروشی میفروشیم و نمیدونم انسانیت داره به کجا میره. توی همین تظاهرات اینجا نوشته از دولت تدبیر و امید، ببینید این عکس شماره 13 است، نوشته از دولت تدبیر و امید توقع نداشتیم در حوزه تأمین اجتماعی متعلق به کارگران. اون پایینش دیگه هرچیه معلوم نیست. اینجا نوشته اجرای قانون الزام خواسته ما کارگران است. دوستان این جمله درسته به نظر شما؟ من برای یه بار دیگه براتون میخونم. اجرای قانون الزام خواسته ما کارگران است؟ فکر نمی کنم. وزیر بهداشت حیا کن، تأمین اجتماعی رو رها کن. و 29 آبان سال روز تصویب قانون کار. اینم از این. و خیلی جالبه که اینها بتونن از به اصطلاح روزهای مختلف و اینها، و این تظاهرات جلو سازمان اجتماعی، اجازه بدیم بتونشون بدم، سازمان تأمین اجتماعی. و من اتفاقا به این دوستان مثل آقای منصور و اوسانلو اینها همیشه گفتم از خودتون سوال نمی کنید چرا مردم به شما نپیوستن، چرا دنبال شما نیومدن؟ آیا دلیلش این نبود که شما خواستتون با خواسته مردم فرق میکرد؟ آقای نوریزاد، دلیل این که مردم چند میلیونی، من شنیدم 17 میلیون نفر در تهران هستن، بعد شما 50 نفر که میاد خوشحال میشید، می‌نویسید ما شدیم 50 نفر. تازه اون آقای استاد دانشگاه، رئیس دانشگاه، اون کاغذی که دستشه اینه که چرا به ما اجازه خروج از کشور رو نمیدید. یعنی اینها خواستشون خروج از کشوره، نه اینکه چیزی رو توی اون کشور بهبود ببخشن. خود آقای نوریزاد، محمد نوریزاد، خواستش اینه که خودش و خانوادش و اینها ممنوع خروج به اصطلاح نباشن و وسائلی رو که
پاسدارا و دولت و هر کی، حالا قانون یا بی قانون، ازشون گرفته بهشون پس بدن. ضمناً ایشون لطف کرده و شماره تلفنش برای من گذاشته بود که باهاش تماس بگیرم. حقیقتاً وقت نکردم تا حالا، از این بابت از ایشون هم عذر میخوام. ولی با این دوستمون که صحبت میکنیم، یکی از اونهایی هستن که همیشه همگام و هم قدم بودن با آقای نوریزاد. و اما بریم ببینیم که پیشبینی هایی که شاه میکرد و هنوز این دوستان طرفدار پادشاهی، شاه اللهی ها مخصوصا، بهش افتخار میکنن. اینجا نوشته که یه روزنامه تایم یا مجله تایم، اینجا من براتون نشون بدم بفهم، نوشته که شاه آف ایران، بله شاه ایران 38 سال. این روزنامه تایم الان ننوشته، اون موقع عکسی گذاشته، حالا یه آقایی هم نمیدونم Persian Music and Life برشته، نوشته که شاه ایران 38 سال پیش گفت اگه من برم ایران میره پایین، اگه ایران بره پایین خاورمیانه میره پایین، اگه خاورمیانه بره پایین دنیا سفر یعنی صدمه میبینن. خب دوست عزیز، این شاه که اینقدر بینش خوبی داشت، آینده نگر بود، همه چی رو میدونست، چطور نمیدونست چه بلایی به سر خودش میاد، خودش و خانوادهش اینجوری در به در میشن؟ چطور نمیدونست فردوس که نزدیکترین دوستش بوده، جاسوس هم انگلستان هم جاسوس روسیه بوده؟ چجور نمیدونست فردوس فردا میاد میشینه تو تلویزیون جمهوری آخونده وای میسه براش بد میگه؟ یه کمی حیا کنی. آقای آریانپور نوشته که دوست گرامی، در پاسخ به همین میوزیک لایف، دوست گرامی، در طول 37 سال شاه هزاران مزخرف از دهانش خارج شد که هیچ کدام درست در نیامد. خب حالا فکر میکنیم که این یکی درست از آب بیرون آمده است. آیا همان مزخرف گویی های شاه کمک نکرد که این اتفاقات در خاورمیانه رخ دهد؟ کدام کشور به فکر ایجاد پنجمین ارتش قوی جهان بود؟ صدام از ایران تقلید کرد، عربستان از عراق، مصر و سوریه و پاکستان نیز به همین دلیل. روس‌ها هم خواستند از آب گلالود ماهی بگیرند، به افغانستان روانه شدند و داستان را ادامه شما می‌دانید. ممنون و متشکر. ضمناً آقای آریانپور، چون گفتیم که هفته آینده چهارشنبه با ما هستند، یکی از دوستان لطف کرد و حمایت کرد، گفت که من حتی اگه ایشون 4 جلسه بیاد 4 جلسه حمایت میکنم و از این بابت من از ایشون ممنونم. و یکی از سازمانهایی که توی آمریکا بهتون گفتم که رفتن یاد گرفتن که چجوری بتونن اینجا صداشون شنیده بشه، نه اینکه طرف مجاهد باشه بیاد اینجا به دروغ بگه من مجاهد نیستم و هی حقوق و پول و وکیل از مجاهدین بگیره بیاد این برور، نیاک میگه که support US Iran peace، میگه که صلح و آشتی بین آمریکا و ایران رو شما هم حمایت کنین، and the lifting of sanction و برداشتن تحریم ها. بعدم نوشته که فردا، پس فردا یک شنبه 22 نوامبر Redwood City کالیفرنیا. ببینید اینا ماه قبل اینجا برنامه داشتن، الان 2 روز دیگه در کالیفرنیا برنامه دارن، فعالیت میکنن و به هدفشون میرسن. باز یه دوستی در رابطه با کم آبی و بی آبی و اینها گفته که خب خود ما میدونیم همیشه ایران مشکل آب داشته و حتی از زمانهای قدیم این مشکل آب رو با اون تکنیک بسیار خوب قنات، اگه اشتباه نکنم، برطرف کرده بودن که متاسفانه هم از دوره شاه اونها رو برداشتن و بعدم دیگه بدتر و بدتر شد. حالا هم که میگن سد میزنن بیرویه و اینها. ولی هم به این دوستمون آقای آریانپور باز جواب داده، اگه اشتباه نکنم آقا یا خانم، آقای کمالی، هم به آقای سهراب چمنارا. ببینید آقای چمنارا، ایشون نوشته که دوست عزیز با عرض سلام، وسعت استان آذربایجان و گیلان و مازندران و کرمانشاه و لرستان که خوشبختانه مشکل آب و برف باران ندارن بیشتر از وسعت سرزمین آلمان و یا فرانسه است.
اگر آن دو کشور می توانند کلیه مواد خوراکی، لبنیات، میوه، سبزیجات خود را در آن وسعت کم تأمین کرده و نیازمندی جمعیت خود را که هر کدام در حدود 80 میلیون هست را تولید کنند، چرا در کشور ما بیشتر مواد خوراکی و حتی الف مورد نیاز گاو و گوسفند خودمان را از خارج تأمین کرده و سال هاست از بیابی ناله می کنیم؟ آیا مشکل ما بیابی است و یا بیارزگی و ندانمکاری و بیعلاقگی؟ شما نظرتون چیه؟ اینم از این ماجرا. و اما very interesting. آهان، این یه چیز جالبیه، اجازه بدید براتون از اولش من باز کنم. اجازه بدید اینجا، آهان، این پایین، این نشون میده که از سال 1980 و اینها زندگی من و شما چگونه بدون اینکه خودمون هم حتی بخوایم به اصطلاح عوض شده. و ببینید این از اینجا شروع میشه، رفت بالا دوباره، اینم مشکل مازگیه چی که میخوایم به شما نشون بدیم، اونو برمیگردونیم، اینجا جاش عوض میشه. بله، بذارید اینجا بینم میشه، حالا نمیذاره، قرار بود از اول بهمون نشون بده، قشنگ نشون میده که این کامپیوتر، باز ضبطش میکردم براتون، تنبلی کردم، که این کامپیوترها چجوری شکلشون عوض شد. تمام چیزهایی که ما رو میزمون داشتیم، روی دیوارمون داشتیم، از روزنامه، از تقویم، از ساعت، اینها همه یکی یکی رفتن روی صفحه کامپیوتر. بله، دوباره آمد، این درسته، از سال 1981. خوشبختانه بنده تا سال 1986 با کامپیوتر هیچ کاری نداشتم. یادم اولین کامپیوتر رو وقتی آمدم اینجا خریدم، حدود 2000 دلار، یک جعبه آهنی بسیار زشتی بود که هیچ کاری هم انجام نمیداد. ولی الان میبینید که یک کامپیوتر لپتاپ شما میخرید 200 دلار، اینقدر ظرفیت داره و اینها، که بعضی وقتا اصلا نمیدونید این همه وسایل و این همه پروگرام و این همه برنامه برای چیه. خلاصه ببینید که همه چیز رفت در این کامپیوتر. صحبت از کامپیوتر شد، همین امروز صبح بنده یک کامپیوتر جدید خریدم برای که یکی از کامپیوترامونو عوض کنیم، و وقتی که برسه احتمالاً در هفته آینده یکی 2-3 ساعت ممکنه که ما تلویزیون مردم رو به اصطلاح قطع کنیم. وقتی که تلویزیون مردم قطع هست، دوستان روی صفحه مردمتیوی.com، اونجایی که نوشته اینجا را کلیک کنید، روی اون بزنید، پلیلیست ما از طریق یوتیوب، از طریق یه جای دیگه، از طریق مجازی سایبر اسپیس براتون پلی میشه. بذارید من اینو بهتون نشون بدم، یا روزای آخری که مونده به عوض کردن اون رو براتون میگم. ممنونم، هم آقای آریانپور این رو لطف کردن برای من فرستادن، هم علی شیرازی عزیز. و اما ایران پرس نیوز، دوستمون شهرام لطف کرده نوشته سکه 74 تومان، دلار 74 ریال، قران نوشتن ریال. خب نوشته 60 سال پیش بود که کاهش پول ملی به دنبال تحریم‌های اقتصادی شروع شد. روزنامه صبح تهران تیتر زد سکه طلا 74 تومان و 5 قران، دلار آزاد 74 قران. خبرگزاری میراث فرهنگی 29 آبان سال 1331 خورشیدی، یعنی دقیقاً 60 سال قبل، یعنی دقیقاً 63 سال قبل، دوست عزیز، این خبرهای کهنه رو که برمی‌دارید می‌فرستید یک کمی دقت کن. یعنی 63 سال پیش به دنبال ملی شدن صنعت نفت، تحریم‌های اقتصادی علیه ایران آغاز شد. تحریم‌هایی که انگلستان پیش قراول آن بود، به دنبال آن تحریم‌ها ارزش پول ملی کاهش پیدا کرد، اتفاقی که اولین برخورد آن در سکه طلا و ارزهای خارجی نمایان شد. از این رو بود که روزنامه‌های وقت تهران با آب و تاب از گرانی سکه و دلار گزارش دادند و تیتر نوشتند که، یا تیتر زدند که سکه طلا 74 تومان و 5 قران، دلار آزاد 74 قران. اما اگر می‌دانستند
پروسه ای آغاز شده یا مراحلی آغاز شده که 63 سال بعد قیمت سکه طلا را 20 هزار برابر افزایش می دهد و پول ملی را تا مرز بی ارزشی می کشاند، اندکی از آب و تاب گزارش ها می کاستند. حفاظت با آپارتمان متری 5 میلیون تومان میسر نیست. در صورت این از گرونی میگه که فکر کنم من و شما لازم نیست بدونیم، یعنی میدونیم با خون و پوست و استخوان و فامیلایی که داریم و دوستایی که داریم توی ایران برامون میگن میدونیم. و اما میدونید که یکی از میدیاهای تندرو آمریکا این چیز هست، بهش میگن فاکس نیوز. کلمه فاکس یعنی روبا، حالا فاکس نیوز هم این آقای روپرت مورداک اسم خوبی برای خودش انتخاب کرده برای سیستمش اینها. فاکس نیوز یه شخصی از من دیوانه تری داره به نام آقای گلن بک. این یه مدتی هم داشت کور میشد، گریه و زاری و میخواست بره بیرون. الان هم دیگه برنامه هاشو مثل که از بس تندروه هیچ کس تلویزیون ها نشون نمیده، اون روی اینترنت هست. ولی فاکس نیوز این خانم که خود این خانم هم وکیل هست، ایشون رو آورده و درباره حمله پاریس ایشون صحبت میکنه. حالا چرا من اینجا به شما اینو نشون میدم؟ این هنوز با همون روش قدیمیه، تابلو سیاه، تخته سیاه به اصطلاح، اینم یک کاری انجام میده و توی این داره توضیح میده برای این خانم که ببینید از کجا شروع شد. یه نفر خودش رو آتیش زد در تونس، بهار آزادی شروع شد، به مصر رفت، این رفت، اون رفت، اون رفت، همه رو میاره اینجا. بعد میگه که حالا این درست شد، آیسیس درست شد، اینها رفت پاریس و به این وسیله میخواد بگه که اوباما مسئوله و اینا نمیخوان قبول کنن که بابا آقای ریگان، برید بزنید بنویسید، تایپ کنید بنویسید ریگان و طالبان. من عکسش رو چند بار نشون دادم، از زمان ریگان طالبان رو به رسمیت شمرده، هنوز که هنوز همین دولت اوباما هم مجبور شد با دولت عراق، با افغانستان، با طالبان به توافق برسن تا بیان بیرون. القاعده رم که اون زمانی که روسا حمله کردن به آمریکا اون زمان باز بوش پدر بوده و بعدش هم کلینتون بوده و بعدم بوش پسر بوده و اونها این آقای بن لادن رو آموزش دادن، اسلحه دادن، پول دادن که روبروی روسا وایسن. بعد که روسا رفتن بیرون، اینها اسلحه رو داشتن ولی کسی دیگه بهشون حقوق نمیداد. گفتن خب ما چه کار کنیم، ما که دیگه کار زندگی نداریم. اون وقت آمدن این همین شدن مجاهدین، البته همه مجاهدین افغانی بد نیستن و همه مجاهدین ما هم بد نیستن، اونایشون که جدا شدن دوزارشون افتاده خوبن، اونایی که هنوز موندن اونجا بیچاره ها خودشون هم نمیدونن. امروز آقای آزاده اینجا بود، عیسی آزاده، میگه بابا از خودتون سوال کنید، آیا شما توی لیبرتی کشته میشید؟ این دردی از دردهای مردم ایران رو دوا میکنه؟ اگه نمیکنه بلند شین برید دقیقاً جون خودتون رو دریابید. در صورت مجاهدین درست شد، بعدش القاعده اینجوری را افتاد، بعدش این آیسیس آمد و اینها. ولی اینایی که تندرو هستن به یه جوری شما رو به یه راه دیگه میزنه. شما به اصطلاح مطمئن باشید که خبرها را از چند جای مختلف ببینید و بخونید و بشنوید تا بتونید با مقایسه اونها به اصطلاح بهترین یا درستترینش رو انتخاب کنید. و اما خبرنامه وبسایت آسمان دیلی نیوز هم خبرهایی رو به اصطلاح میفرسه، اول به صورت سرتیت و بعد به صورت مقاله. من هنوزم مطمئنم که اینها میتونن سرتیترهای بیشتری رو بنویسن، چون من الان با این کامپیوتر بزرگ صفحه 25 اینچی وقتی نگاه میکنم 3 تا خبر رو میبینم. اگر ایران نبود، عراق، سوریه و لبنان، اگر ایران نبود، عراق، سوریه و لبنان از دست رفته بودن. اگر ایران نبود، عراق، سوریه و لبنان از دست رفته بودن. حوادث تروریستی پاریس کار خود فرانسوی هاست، ادامه درگیری های مسلحانه در هتل رادیسون
ببین دوست عزیزی که سردبیر این هستی، آقای آکتای دارابزند، آقای دارابزند وقتی یه نفر با این کامپیوتر به این بزرگی میاد سه تا خبر رو میبینه، شما رو ول میکنه، میره گویا نیوز رو میبینه، شما رو ول میکنه، میره بی بی سی رو میبینه، شما رو ول میکنه، میره وایس آف امریکا رو میبینه که 20 تا. آخه یاد بگیرید دوستان، والا من نمیدونم، شما مجانی هم کپی هم بخواید بزنید، پول که به کسی نمیدین بیان براتون کار کنه یادتون بده، همه چی رو خودتون میدونید، مجانی هم حاضر نیستید برید یاد بگیرید، کپی بزنید از اینو، کپی بزنید. قرار نیست من و شما دوباره چرخ رو از اول اختراع کنیم، دوباره بریم سوار درشکه بشیم تا بعد بیایم اینجا برسیم به سال 2016. حالا میریم دو ماشین 2016 میخریم، راحت سوار میشیم. البته اگر شما حمایت کنید، پول بفرستید، هزار دلار، ما بریم ماشین بخریم. بله، نوشتیم و گفتیم داعش حمله میکند، اینها درست کاری رو میکنن که داعش میخواد. روزنامه یا نشریه هفته‌نامه ایرانیان امروز دیدم که طرح روی صفحه اولش نوشته بود تهران، نیویورک، واشنگتن و روم جزو 4 تا شهری هستند که به اصطلاح آیسیس تهدید کرده و این هم ماجرایی شده. خب اون رو هم براتون خوندیم، خبرنامه رو هم گفتیم و حالا بریم سراغ خبر دیگر. 40 میدونید که الان هم در ایران گویا 40 میشه چی؟ 40مین روز ماه محرم، حالا به ماه خودشون یا به ماه شمسی، به ماه قمری یا به ماه شمسی. در صورت علی شیرازی اینو فرستاده، یک شنبه 9 آذر 1393. آخه قربونت برم علی آقای شیرازی، سال 94 هستیم، شما نگاه نکرده میفرسی، ما هم نگاه نکرده میزنیم تو برنامه‌مون. حذف عوارض ورودی در فرودگاه نجف به مناسبت 40، خبر یک سال کهنه برای ما این دوستان میفرستن، ازشون ممنونه. ببینید دوستان کارمون خرابه، شما قربونت برم اون بالا مینویسی برای ما اینو میفرستی، اقلا تاریخشو نگاه کن. در هر صورت داریم ببینیم بعدی چیه، امیدواریم خبرها یک سال کهنه تر نشه. بله، رابایز گفته killing Palestinian resistant fighter religious dusty bad duty. یکی از ربایای گفته، ربا میدونه این خاخاما و این آخوندا و این پدر روحانیای یهودی ها رو میگن ربای. من نمیدونم این درجاتشون چیه، ما هنوز درجات ارتشیار هم حتی درست یاد نگرفتیم، عوضی میگیم، اشتباهی میگیم. حالا دیگه این آخوند ماخوندا هم برای خودشون درجه دارن، مقام دارن. میدونیم مثلا توی کلیسا یکیش شبانه، یکیش نمیدونم پدر روحانیه، یکیش پاپ اعظمه، توی چیزم یکی رابایه، یکی خاخامه، نمیدونم اینا چیه. در صورت گفته که یکی از اینها گفته که فلسطینی ها رو باید بکشیم، این وظیفه دینیمون هست. دوستانی که فقط فکر میکنن اسلام میگه بکشید و بزنید، برید بزنید، تایپ کنید کلیسایی که با جمجمه، با استخونهای مردم درست شده، بذارید من براتون بزنم. چرچ اینجا with یا scalp یا bones، حالا ببینید میاد همچین چیزی. بله ببینید اینایی که میشینن هی میگن توی مخصوصا روی چیزا الان خیلی زیاده روی اینترنت و اینها، پدر روحانی شما رو بخشیده، بیان مسیحی بشید، فلان بشید، که خب نمیشه هم سرزنششون کرد با احمقهایی مثل تد کروز، کیه که این تو آمریکا هست و جب بوش و اینها، الان کاری میکنن که شما به زودی شاهد یه مشت مسیحی قلابی خواهید بود که از سوریه میان. همین دیشب آقای استیفن کولبر سوال کرد، شما که میگی ما فقط مسیحیای پناهنده رو راه میدیم، از کجا میفهمی که مسیحیه؟ دوستان این کلیسا رو ببینید، این کلیسا تمام چیزاش از استخون جمجمه های به اصطلاح دشمناشون ساخته شده. ببینید اینها استخوانه، من نمیدونم چجوری به شما نشون بدم، یعنی اون چیزی رو که ما اینجا میبینیم شما هم میتونید اونجا ببینید یا نه. بله، تازه نوشته 6 تا چرچ هست، 6 تا کلیسا هست
که از این استخونها ساخته شده. میبینید در و دیوارش استخون و جمجمه دشمنانشونه. یهودی هم که ربایه میگه فلسطینی ها رو بکشین که وظیفه دینی تونه، حالا شما هی بشینید هی بگید اسلام اینجوره، اون دین اینجوره، اون دین اونجوره. آقای بیلمار خیلی قشنگ دو سه شب پیش توضیح داد، چون یه جنرالی اومده بود گفت ما باید بریم اینا رو بزنیم داغون کنیم. گفت آقا اینا رو هم داغون کنی، اون ایدئولوژی اون فکر هنوز اونجا هست. میبینید دوستان با استخون، حالا یا چلچراغ میگیم، بعضیا لوست میگیم، بعضیا لوستر میگیم، ما نفهمیدیم هم کدومش درسته. بفهم اینم از این بس، بیاین توی استودیو جمعه است یه کمی فکر شادی و خوشی باشین. و جمعه 29 هم گذاشتم براتون، اونجا هم ببینم 20 نوامبر هم گذاشتم، 29 آبان 20 نوامبر. اینم از این. و بریم سراغ مرزهای کشورهای استعمار زده و عقب نگه داشته شده رو بیاین با مرزهای کشورهای پیشرفته مقایسه کنیم. من یه بارم بهتون نشون دادم، نمیدونم بلژیک و آلمان بود، بلژیک و هلند بود، اینا هم از بس همشون نزدیک همان دیگه آدم نمیدونه، همینجور داری رانندگی میکنیم یعنی از یک شرفت توی یکی دیگه. در صورت حالا این مرز لهستان و اوکراین هست که میبینید یه مزرعه‌ای یه جاده‌ای وسطش کشیده شده، بعد نوشته غیر مسلمان، این مرزشون به این صورت هست. اینجا حالا قسمت مسلمان، ببینید خوش سلیقه اینها، روی یه چیز سفید با زرد نوشته سودان، این ورش هم من نمیتونم بخونم، سودان آها مصر پایینش نوشته سودان و مصر، این مرزشونه اینجوری سیم خاردار و از این سیمای خاردار حلقه‌ای و اینها، مرز نفوذناپذیر میان مصر و سودان. دوباره اینجا نگاه کنید، سیمهای خاردار میان سوریه و لبنان. بعد میایم اینجا غیر مسلمانه رو نشون میده، مرز کانادا و آمریکا. حالا همین دوستان میبینید، خب ممکنه یه جایش هم اینجوری باشه، ولی منی که از آمریکا دارم میرم کانادا با وجود که الان نه ویزا میخواد نه چیزی، آقا بعض وقتا یک ساعت باید اونجا وایسی تا بیاد نگاه کنه داری میری. یه دفعه من نمیدونم از من پرسید داری میری برای چی، نمیدونم من این کلمه داریم میریم بگردیم رو با داریم میریم مثلا دیدار دوستان اشتباه گفتم. بعد گفت کیه اونجا دوستت؟ گفتم هیچ که، هتل گرفتیم میخوام بریم فلان. گفت نه تو که گفتی این. گفتم آقا انگلیسی من خرابه، ولم کن، من اگه دوست داشتم وقتی میگفتی میگفتم دارم میرم خونه دوستم، چرا بیام بگم ویزیت؟ در هر صورت اون مثلا باید بگم ویزیتینگ مای فرند. دوباره اینجا این مرز ایران و ترکیه رو کشیده. بعد میان پایین تر ببینیم مرز دو کشور مسلمان رو نوشته دو کشور الله. مرز ایتالیا و فرانسه رو پایینش کشیده که میبینید یه سنگه و یه نفرم رفته روش وایساده، یه پاش روی ایتالیان یه پاش روی فرانسه. مرز سوئد و نروژ یه خط کشیدن این ور نوشتن این و اون. ورودی مرز پرو و کولومبیا غیر مسلمان، دوباره غیر مسلمان. اینجا راه سفید بین آمریکا و کانادا غیر مسلمان. ناراحت نشید اینا هم به زودی مسلمان میشن. این هم جاده بین آلمان و نمیدونم اون پرچم یادم نیست مال کجاست. بعد این مسلمان اینجا نوشته مرز آهنین میان کویت و عراق. و اینجا هم آها اینه بود قبلا من نشون داده بودم که هلند و بلژیک نوشته غیر مسلمان ها، ببینید مرزشون چجوریه. این دوتا خانم دارن اشاره میکنن نیدرلند و بلژیم. و این هم از این. خب این دوستمون زحمت کشید فرستاد، ما هم زحمت کشیدیم نشون دادیم. حالا فردا من و شما یک کاری میکنیم همه اینا درست میشیم. من که اصلا باور دارم و گفتم که اصلا مرز نباید وجود داشته باشه. مرز یعنی چی؟ یه کره‌ای داریم مال همه است، هر کی هر جا دوست داره زندگی کنه. اینجا خوشش نمیاد سرده بلند شه بره فلوریدا، فلوریدا مگس داره بلند شه بره مین، مین سرده بلند شه بره استرالیا بره استوا. چه میدونم. سلام مرسی به دوستانم در ایرانم فرستادم. اوکی در ضمن امروز بالاخره مجله رو فرستادم، ممنونم. یکی از دوستان مجله رو میخواست برای ما پست کنه و نوشته خیلی هم ارزون شد، $4 بعد از بستن یادم افتاد مهم نیست، و نوشتن که $4 بابت
مجله دادم. بله دوستان، چیزایی رو که میخواین پست کنین، مجله، کتاب، نوارهای ویدیو، اینها جزء میدیا میشه و وقتی که توی پستخونه بهشون بگید، ریتی که بهتون میگن ارزون تره. البته نرید اونجا دروغ بگید، چون وقتی میگید بعد شما یه کاغذی امضا میکنید که اینا اجازه دارن باز کنن. اگه باز کنن اون چیزی که گفتید نبوده، یه جریمه حسابی هم یقتون رو خواهد گرفت. و اما The United National Anti-War Coalition میگه که UNAC یک به اصطلاح اینها سازمان هایی هستن که مخالف جنگ هستن، با تظاهراتشون، با کارهایی که انجام میدن سعی میکنن این جنگ و کشت و کشتار و اینها رو به اصطلاح توی دنیا کم کنن. اگرم شما میخواین همین UNAC بزنید معلوم میشه. وبسایتشون هم هست unacpeace.org. خب یه آقای هست به نام سیروس حبیب یا سیروس حبیب، اگه اشتباه نکنم ایشون نابینا، بعضی هم میگن نگین نابینا، بگین روشندل، چشم روشندله، و قبلا هم برای نماینده شدن و اینها، اینجا میگن running for office، حالا ممکنه برای آفیس شهرداری باشه، برای آفیس فرمانداری باشه، برای آفیس به اصطلاح رئیس جمهوری باشه. نوشته که I will keep this short and sweet. I would love to see you. خیلی هم خوب ایشون نوشته که lieutenant governor، یعنی lieutenant governor میشه معاون، یا نمیدونم این lieutenant ما چجوری ترجمه کنیم، به اصطلاح نفر دوم بعد از فرماندار، و ایشون دموکرات هم هست. من برای آفیسش نوشتم که اگر میخواین هم مهمون برنامه ما باشید، هم اینکه تبلیغ کنید اینجا. و میدونید اینجا وقتی یکی میاد، اون که میاد بعد میگه مثلا من خودم $10,000 $100,000 میذارم، مردم شما هم کمک کنید، buy ticket یا buy ticket، تیکت بخرید، بیاین توی این مراسم، توی این گرده همایی از کاندید شدن این حمایت کنید تا بعدن نماینده بشه. اینم از این، یعنی هیچ چیزی به اصطلاح مجانی نیست. اینجا میگن there is no free lunch. آقای مهدی تبریزی باز برنامه ای داره برای روز تنکسگیوینگ، دوبارم تا حالا من براشون ایمیل فرستادم و ایشون مثل که خیلی مشغوله، ایمیل جواب نمیده. این دوستان متاسفانه به موقع تبلیغ نمی کنن، معمولا برنامه هاشون اونجوری که باید شاید پر نمیشه، بعدم میگن که حالا این دفعه دیر شد دفعه دیگه. و اما بذارید من اون وقتا این صاحب ایرانیان موویز کمپانی، فکر کنم شیرازی بود اگه اشتباه نکنم، آقای همت، و به مام لطف کرده بودن چند تا DVD و اینها فرستادن، مام آگهیشون رو مجانی نشون میدادیم. حالا به خاطر اینکه ایام کریسمس هست دوباره حراج گذاشتن و قیمتهای خوبی گذاشتن. مثلا نوشتن که چیزی که $85 بوده شده الان $25، چیزی که $75 بوده شده $25. بذاریم من براتون یه بار دیگه این رو نشون بدم، کامرای دو، و منم براشون نوشتم که فردا من در برنامه براتون پروموت بکنم. امیدوارم این دوستان، این چرا تند شد، اینجوری شد، دیوانه شد از بس ما زدیم تو سرش. این تو سری آدم ها رو دیوانه میکنه. بله میبینید مثلا نوشته نمیدونم 6 تا DVD که $85 بوده $25، بعد یه جایی نوشته 6 تاش $25، دوباره 6 تا همه رو $25. اون وقتا این انار فروش ها و این ها میگم که باغ داباد شه، بعد از اون بر فریاد میزد که بیاین بشه تابید، صاحبش فوت شده و ما انار رو ارزون میدیم. در صورت این هم از این. و باز هم آهان، یه عکسی رو دیروز روی اینترنت پخش میکردن، من روی چیزم گذاشتم. میدونید که معمول اینه، میگن شما اگه باد بکاری طوفان برداشت میکنی، اگه جرقه به کاری آتش برداشت میکنی. این ماجرای پاریس و اینها، خب اون روز بهتون یک کاریکاتور نشون دادم که طرف داشت، آقای رئیس جمهور فرانسه فرانسیس اولاند داشت روی سوریه بنزین میریخت و آتشش رو شعله بر میکرد، از اون ور نشون میداد که دود این آتش به صورت یه خنجر رفته تو قلب پاریس و فرانسه. ولی ببینید، میدونید که این مراکش و الجزیره و اینها
یه مدتی جزء به اصطلاح زیر دست دولت های مستعمره فرانسه بوده و نوشته که آنان که خشونت و توحش را در دوران استعماری به خلق ها هدیه کردند، در دوران نو استعماری جدید به آفرینش حکومت ملایان در ایران، القاعده و طالبان در افغانستان و داعش در عراق و سوریه همت گماشتند، آیا برای بشریت و حقوق اولیه‌اش ارزشی قائل بودند؟ بیگمان نه. جنایتکاری و تبهکاری در ذات سرمایداری نهفته است. و میبینید اینجا عکسای فرانسوی ها رو نشون میده که سر مردم الجزایر رو که بریدن، اینها رو به عنوان تروفی، یعنی جام مسابقه، جامی که مثلا شما برنده میشید تو مسابقه کاراته بهت میدن، اینها رو برای خودشون به ارمغان میبردن و حتی باهاش عکس میگرفتن. و اما میگه که ترجمه کامل اطلاعیه داعش و رهنمودهایش، من نمیدونم وقتی مثلا ما یه فیلمی رو میبینیم که داعش گذاشته روی یوتیوب و اینها، آیا من و شما هم باید اونو هی منتشر کنیم؟ اصلا تعجب میکنم که چرا خود یوتیوب این رو بر نمیداره. حالا آزادی هم گفتم دیگه، یه خطی داره که من نمیتونم اون خط رو بکشم، قوانین هست، معمولا اون کشورها و اینها هستن. حالا یکی از دوستان آقای قربان علی حسین نژاد که میدونید ایشون مترجم ارشد رجوی بوده که عربی و اینها رو خوب میدونه، این رو برداشته برای ما ترجمه کرده و نوشته و فرستاده، ولی من حقیقتش نمیدونم باید بخونیم نخونیم. ما اینه که میخونیم باعث میشه که مردم بفهمن اینها چقدر به اصطلاح این داعش و اینها چقدر کوتاه فکر رو تاریک فکر هستن، یا باعث میشه یه بیچاره بدبختی که از مدرسه گریزونه یا چیزه بره به اینها بپیونده. ایشون ترجمه کرده، ما میخونیم دیگه. رهنمودهای داعش برای هوادارانش در فرانسه. گفتن هر جا هستید بیعت کنید، در فرانسه هستید بیعت کنید، اگر عبادتتان و عقیده تان خالص برای خدا می باشد ولی نمی توانید هجرت کنید، در همان فرانسه عمل کنید، در میان آنان به حدی ترس و وحشت ایجاد کنید که نتوانند بخوابند. همانجا سلاح هست، ماشین هست، هدفهای آماده هم هستند، حتی سم هم هست، در آتش، در آب، غذای دشمنان خدا سم بریزید، آنها را بکشید، به صورتهایشان توف کنید و آنها را با ماشینهایتان بزنید، زیر بگیرید، هر کار که از دستتان برمی آید انجام بدهید تا آنان را خال و ذلیل کنید، چرا که آنان فقط شایسته این هستند. همین دیروز در واشنگتن مردم از ترس این تهدیدها واشنگتن، نیویورک و اینها را کنسل کردن، چون ایام تعطیلات و اینها مردم، مخصوصا مدرسه هم تعطیل میشه، تعطیلات زمستانی میان، و شهردار واشنگتن آمده بود تشکر میکرد از یه گروهی که از یه مدرسه ای آمده بودن و اینها دم وایت هاوس که وایساده بودن، این ازشون تشکر میکرد که ما ممنونیم که شما حرف داعش رو گوش ندادی و به اصطلاح سفرت رو لغو نکردی یا کنسل نکردی. حالا این شهردار واشنگتن یک خانم سیاه‌پوستیه که مجردم هست، نمیدونم حالا بچه داره یا نه، ولی سوال من اینه، خانم فاوزر اسمش، نمیدونم چی، من اتفاقا تو اینگوریشنش هم بودم، باهاش هم عکسم دارم و اینها، سوال اینه، آیا شما که به این بچه ها میگید خیلی ممنون که اومدید اینجا، بچه خودتون رو به سینما، به جشن‌ها، به اون جایی که داعش تهدید میکنه میفرسید بگید به این نوع میخواییم با داعش مبارزه کنیم؟ من نمیگم میفرسید یا نه، منتظر جواب شهردار واشنگتن خواهیم. اینم از این. و اما دوستمون، اون روز من در رابطه با معلم بودم صحبت کردم، ایشون نوشتی که سوربی، من کلاس چهارم ریاضی بودم، به شاگرد کلاس سوم که تجدید شده بود درس دادم و 150 تومان هم پول گرفتم. جالب توجه آن که این شاگرد بعداً در تجدیدی ها شاگرد اول شد. خب معلم خوبی داشته، ممنونم از شما، ولی من دلیلش این بود چون تو دبیرستان رسم فنی خونده بودم
و خیلی هم دوست داشتم. این آقای خیمه دوز بود، فامیلشو کرده بود برنافر، این معلم ما بود و خیلی قشنگ نشون میداد و وقتی یه چیزی رو درس میداد میگفت هر چیزی 3 نما داره که با کشیدن این سینما شما پرسپکتیوش رو، پرسپکتیو یعنی چشمنداز، اون رو میتونید داشته باشید. حالا چرا من قطعی سوهان رو آوردم اینجا میخوام بهتون نشون بده. و من از اون موقع چون این ایمرجنی یعنی چی تصور کردن خوب بود و درست میکشیدم و این مثلا حالا نمیبینیش به صورت خط نامرئی بکشه اینها، سال اولی که آمدم هنرستان آقای خورسندی که آقای تنبلی هم بود، تنبل بود به خاطر اینکه بیچاره برادراش بزازی و اینها داشتن، این سر کلاس ها باید میشنست حساب بزازی ها رو برسه، وقتی که دید من انقدر خوب بلدم گفت خب دیگه چه بهتر، من اینجا میشینم، معلم ها میدونی برای آفتاب مینشستن اگه زمستون بود، بعد میگفت که حالا شما درس بده، اگه کسی هم سوال داره از من سوال کنه. من درس میدادم به همکلاسی های خودم که تا حالا رسم فنی رو نخونده بودن، از همون درس دادن و اون عشقی که دیدم چه لذتی آدم میبره وقتی به یک کسی یاد میده، رفتم سراغ معلمی که بعدن دیگه رسم فنی و درس فنی و حساب فنی و اینها رو در هنرستان تدریس میکردم. این هم از این. و اما از بهار عربی تا توحش داعشی، این مقاله ای که اون روز خانم شایسته الهامی گفت من میخواستم براتون بفرستم و زحمت کشیدن، بله پریروز گفتن نتونستن بفرستن و امروز لطف کردن فرستادن، من این رو براتون میخونم، ضمن این که از ایشونم ممنونم و امیدوارم یه روزی برسه که ایشون برای من و شما اون رو بخونه به صورت آدیو، به صورت صدا و ما همه رو پخش کنیم. من اینجا معمولا یک پاراگراف رو میخونم، مگر مثلا اون روز که خیلی جالب بود و اینها همه مقاله رو خوندم. بله ایشون نوشته از عراق و افغانستان تا سوریه و لیبی. شایسته الهامی چند سال پیش در جریان بهار عربی، زمانی که آمریکا و دوستانش تمامی جنبش‌های دموکراتیک را یکی بعد از دیگری تبدیل به وضعیتی کردند که امروز که الان شاهدش هستیم، سرکوزی رئیس جمهور وقت فرانسه با تبلیغات غیر دموکراتیک بودن حکومت قذافی به میدان آمد. ما الان میفهمیم یا میدانیم که این در حالی بود که آقای سرکوزی از قذافی بیشتر از 50 میلیون دلار برای هزینه‌های انتخاباتی رئیس جمهوریش پول گرفته بود. او مردم فرانسه را متقاعد کرد که چون قذافی دیکتاتور است باید برود و حکومتی دموکرات جایگزینش شود. با یک خانواده فرانسوی که سالهای زیادی با آنها دوستی داریم و تقریبا تمام زندگیشان را در یک شهر کوچک در جنوب فرانسه گذرانده‌اند، در آن زمان صحبت می‌کردم، آنها هم معتقد بودند که کار آقای سرکوزی برای دموکراتیزه کردن لیبی کاملا درست است، که البته آمریکا با جلو انداختن فرانسه آن را عملی کرد و حالا بعد از گذشت بیشتر از 4 سال می‌بینیم که چه بر سر لیبی آمده و کسی حتی جرأت رفتن به آن کشور و تهیه خبر از آنجا را ندارد، چون یک دیکتاتور از نوع غیر دینی همچون قذافی رفته و جایگزین این چند حکومت افراطی دینی مسلح شده است. در نتیجه این منطق و تفکر که می شود با توپ و تفنگ و بمباران توسط کشورهای بیگانه به دموکراسی رسید کاملا غلط است. اگر این مقاله رو می خواین، این هفته.ca خیلی ساده است، هفته.ca این وبسایت اصلیشونه. بعد فکر کنم اگر خانم شایسته الهامی اسمشون رو هم توی گوگل تایپ کنید با فارسی میتونید اینها رو ببینید. اگرم مشکلی داشتید تماس بگیرید تا من براتون لینکش رو بفرستم، ولی لینک ساده ای هست، هفته.ca برای کالیفرنیا، برای کانادا هست و هفته. اینم از این. ما امروز یه مهمانی داریم ولی تا اونجایی که وقت داشته باشیم 3-4 دقیقه دیگه براتون این رو میخونیم. باز یه مقاله دیگه ای هست، سیاستمدار، تاجر، جاسوس یا که این را هم در رابطه میدونید که اون آقای
چیز مرد، احمد چلبی یکی از اونایی بود که میشه بگی 50% جنگ عراق این به خاطر پول و به اصطلاح قدرت این چیز کرد، 50%ش هم به خاطر حماقت جورج بوش، و میبینید که عراق هم به چه روزی افتاده. و اما ژاپنی ها کرسی ایرانی رو برداشتند و ازش کرسی ژاپنی درست کردند. ممنونم از دوستمون آقای مرحمتی که این عکس ها رو فرستاده. با نشون دادن این عکس ها به شما میریم که بعدش آگهی ها رو ببینیم، و آگهی ها یه دونه آگهی داریم ما جمع میبندیم، بریم اون آگهی رو ببینیم و پس از اون هم تماس بگیریم با تهران، با این دوستمون صحبتی داشته باشیم. این هم عکس اون کرسی که حالا میبینی به جای مادر بزرگ من و مادر بزرگ شما، این خانم های جوان ژاپنی هستن و خیلی هم قشنگ درست کرده یک میز که زیرش یه چیز برقی هست، چون کرسی بعض وقتا خیلی ها باعث آتش سوزی میشد، اون زغال و اینها باعث خفه شدن میشد، بعد برقی هم بعضیا به اصطلاح دچار آتش سوزی میشد. اینها که این کار کردن حتما فکر حفاظتش هم بودن، اصلا بلانکت یا پتو هم مثل که همراهش میاد یا شما میتونی بندازی روش. و یه نوش هم هست نوشته برنینگ چارکول، برنینگ چارکول یعنی زغالی که داره میسوزه، زغالی هم هست. ولی هرچی آدم بیشتر میره زیر این کرسی ها، بعد سرمایه بیرون از کرسی بیشتر اذیتش میکنه. به نظر من آدم باید لباس های بیشتری بپوشه و یکم بیشتر ورزش کنه تا خون در جریان بدنش به جریان بیفته و به اصطلاح بدنش از سرما نجات پیدا کنه. در هر صورت اینم میز گرد، اونم میز چارگوش، اینم کرسی. باز هم ممنونم از آقای رضا مرحمتی. رضا جون چند مدتیه برای ما شعر نخوندی و منتظرت هستی. این گربه هم که این گربه ها خیلی تنبل خودخواه هستن، گربه هم داره کیف میکنه. خب اینم از اینو، بریم سراغ آگهی. آگهی رو که ببینیم توی این فاصله من تماس میگیرم با ایران. آها چرا این دوتا رو من نشون دادم؟ من پریروز یک نان، میدونید که هندیام به همون نان نون نان میگن، و اینو مثلا تو کاسکو میفروشه 5 تا نان به قول خودشون گذاشتن. وقتی نگاه کردم دیدم تاریخ نوشته تا کی بخرین، بعد زیپ لاک گذاشته اینجا، بعد نوشته چجوری نگهداریش کن، اینا یکم نوشته چه مواد غذایی داره، چقدر کالری داره، چند تاش چجوری میشه و فلان، اینها بارکد داره که با کامپیوتر بزنن. یکم به حال خودمون افسوس خوردم که چرا ما ایرانی ها این چیزا رو نداریم، تا اینکه یه دوستی از ایران آمده بود و برای ما مقداری سوهان آورد. اولا یادتون اون قوطیای سوهان حلبی زشت با لحیم و اینا، هر وقت باز می‌کردی می‌بستی دست یک کسی زخم می‌شد. آمدن یک قوطی خیلی قشنگ 8 ضلعی درست کردن، بعد نوشته حبه سوهان. سوهان ها مثل قند حبه حبه است. بعد جالب اینه که برای اینکه چربی سوهان این مقوا رو خراب نکنه، یه پلاستیک خیلی قشنگ و اینها گذاشتن. میگن که این بسته‌بندی‌های مختلف توی ایران کاملا پیشرفت کرده، از این بابت بهشون تبریک میگن. و اینم یه چیزیه که میدن اینجوری شما میبندی دور دستت. اینم توی برنامه دیگه برات میگم. آلمان که بودم یکی از اینا بهمون دادن که ساعتی که ماشینت رو پارک میکنی همینجوری گذاشتم اینجا. و خیلی حرف گفتنی ها بسیار، من و تو کم گفتیم، من و تو کم وقت داشتیم. دوستان عزیز شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید. بارها گفتم تلویزیون مردم یک ماشینه، من رانندشم، میام شما رو سوار میکنم به مقصدتون میرسونم با خانوادتون سالم خوب، نه فکر تیکت باشین نه فکرت به، ولی پول بنزینش اقلا بدید. بریم آگهی رو ببینیم و برگردیم، من تو این فاصله با دوستمون تماس میگیرم. مرسی. پتروس با 25 سال سابقه کار در آمریکا، هندیمن، لایسنس، باند، بیمه، کهنخانه خیش آراستن به از خانه دیگران زیستن. خانه کهنه و قدیمی خود را توسط پتروس هندیمن به خانه شیک و دلخواه مبدل سازید. انجام
کلیه کارهای ساختمانی، لوله کشی، نجاری، نقاشی، کاشیکاری، برق و غیره. پتروس هندیمن به 3 زبان فارسی، ارمنی و انگلیسی با شما صحبت می کند. 7 روز هفته از 7 صبح تا 7 شب در خدمت شماست. شماره تلفن تماس ایریا کد 818-209-6052. دوستان عزیز سلام، مجدد خدمت شما. خیلی خوشحالم که این دوستمون که ازشون خواهش کرده بودیم و ممنونم که با این به اصطلاح زمان خیلی کم دعوت ما رو قبول کردن، شماره تلفن ها رو ارسال کردن تا من بتونم تماس بگیرم براشون. شاید شما توی تلویزیون یا توی وبسایت یا توی رادیو صدای ایشون رو شنیده باشید، مطمئنم حتما عکسای ایشون رو دیدید. من از خودشون خواهش میکنم که خودشون رو معرفی کنن. اسم ایشون هست زرتشت احمدی راغب و پریروز یکی از دوستان با من تماس گرفت، گفت که مصاحبه ایشون رو دیدی؟ گفتم نه، من معمولا تظاهرات میبینم عکسای ایشون و اینا، و ایشون به من گفت که اگه امکان داره مصاحبه انجام بده. گفتم چشم. من هم فرستادم به قول آمریکایی‌ها اینویتیشن یا دعوتنامه و ایشون هم لطف کرد. اجازه بدید که من از ایشون تشکر کنم به خاطر قبول دعوت. تشکر به اصطلاح بیشتری داشته باشم از اینکه الان شب هست در ایران، نیمه شب، نزدیکای نیمه شب، و این موقع شب ایشون وقتشون رو به من و شما داده. من ساکت میشم. ایشون به ما بگه که این آقای زرتشت احمدی راغب کی هست و چگونه پای ایشون به این تظاهرات که من در حین گفتگو عکس ها رو نشون میدم کشیده شده، تا بعد اگر شما سوالی داشتید دوستان یا خود من اگر چیزی به نظرم رسید سوال کنم. بفرمایید آقای احمدی راغب، ممنونم از اینکه با ما هست. درود میگم به شما جناب سروی عزیزم، به بینندگان شما. عرض کنم خدمت شما که من از سال 60 که نوجوان بودم به راستی در برابر این نظام ایستادم، چرا که
در میان مردم که زندگی می کردیم، در مدرسه عرض کنم که در اجتماع، برخوردهایی رو که با مردم می شد. حالا اعدام ها به این شکل عرض کنم که علنی و رسانه‌ای نشده بود، ولی برخوردهایی که از کمیته ها، بعد بسیج، سپاه با جوان ها داشتن از اونجا شروع شد. در مدارس محدودیت هایی که ایجاد شد، ما با اینها به عینه عرض کنم که درگیر بودیم. و عرض کنم که ایستادگی من در برابر این حاکمیت از همان جاها آغاز شد. کارهای فرهنگی میکردیم، نویسندگان فعال رو دعوت میکردیم، میومدن شهریار. به همین شکل بود تا دهه 70 که من به صورت کاملا رسمی وارد فعالیت های سیاسی شدم، به صورت مستقل. در عرض کنم که انتخابات مجلس و عرض کنم ریاست جمهوری و بعد شورای شهر بود، اینا شرکت کردم که با آرم ضد اسلام و ولایت فقیه و ضد انقلاب همیشه پس رانده شدیم. تیم مونت ارز کنم که فعالیت های حقوق بشری ما از دهه 80 آغاز شد. ارز کنم که زمانی که آقای زرفشان وکیل نامی رو زندانی کرده بودن و ایشون اونجا در زندان ارز کنم که اعتصاب قضا کرده بودن، ما چندین بار بنا به دعوت کمیته که آقای دوست ایشون آقای رئیس دانا دعوت کرده بود در برابر زندان اوین تحصان کرده. آقای فریبرز رئیس دانا، آقای فریبرز رئیس دانای عزیزم که در همین از کنم که جنبش دادخواهی ما هم گاهی میاد و در کنار ما هست. این بود که تا این بحث بودن خانم نسرین ستوده در برابر کانون وکلا برای اعتراض به 3 سال معلق کردنشون از وکالت بود که ما هم رفتیم در کنار ایشون قرار گرفتیم و همین در کنار ایشون بودن دوستان دیگر که اومدن آرام آرام جنبشی رو داشت شکل میداد، حالا بدون اینکه ما بخوایم، که ایشون بعد از مدتی موفق شدن و دوستان کم کم این جنبش رو کشیدن در برابر لاستیک دنا که گفتن برای آقای شیخ یزدی. البته به قول خودشون بیشتر ایران برای اینهاست، تمام ذخایر و معدن ما در تمام این سالها در تملک و اینها بوده. هر حال ما به اونجا اومدیم در کنار دوستان دیگه در برابر زندان اوین برای آزاد، برای حمایت از آزادی زندانیان سیاسی، صنفی مدنی، معلمانی که فعال صنفی بودن در کانون صنفی معلمان و الان زندانی هستن، و اونجا اومدیم. عرض کنم که این که ما میایم اینجا میایستیم یا در اونجا در کنار دیگر فعالان، خانواده‌هایی که از جان باختگان دهه 60 عرض کنم که سال 88 هستن، اینها میان در کنار با ما وفای میسن. این که اگر ما رو دستگیر نمی کنن، اگر ما رو نمی زنن، این دلیل نمیشه که ما به حکومت تعلق داریم یا دوستان با اون به حکومت تعلق دارن. آقای محمد کریمی گرامی از دوستان همراهان ما در همین جنبش دادخواهی 40-50 روز پیش دستگیر شد، عرض کنم که یکی دو شب آزاد شده. برای خود من بعد از حضور در این جنبش ها به خونه من یورش آوردن از طریق پلیس امنیت. عرض کنم که من همیشه نوشتم در صفحات خودم، فرستادم عکساشو اینها رو. عرض کنم که الانم که احضار کردن برای دادگاه انقلاب که برم، و عمده سوالاتشون در بازپرسی که من رفتم در دادگاه هم بود که آقا شما چرا در کنار خانواده ستار بهشتی هستی، چرا در کنار نسیم ستوده هستی، چرا در برابر دنا و زندان اوین هستی. حالا این که حتما باید اینا بیان بریزن ما رو بگیرن بکشن اعدام کنن، دهه 60 نیست دوستان من. به هر حال 3 دهه گذشته، 36 سال گذشته از اون دوران، دنیا هم عوض شده، رسانه ها زیاد شدن دیگه، حاکمیت آنهایی که بودن، اون جنایتکارانی که حضور داشتن، حالا امکان داره چند تاشون در حاکمیت هستن هستی نیست، ما مخالف کل سیستم هستیم، من خودم به شخصه عرض میکنم، اما دیگه اون بگیر و ببند و بکش و اعدام اینها نمیتونن داشته باشن با برای آزادی خواهانی که در کنار مردم هستن. دوستان عزیزم بسیار ممنونم از شما، یک چند تا از سوالای منو پاسخ دادید، کار منو آسون کردید، من ازتون متشکرم. ببینید همین الان که من و شما صحبت میکنیم هستن دوستانی که مثلا یک بانوی از آلمان برای من نوشته بود آقا چرا راجع به کشته شدن جوانها در ایران صحبت نمی کنید. برش نوشتم که خب بانوی عزیز، من 32 سال هست از ایران بیرونم، خبر ندارم. از این بر میبینم آقای گنجی 149 صفحه منیفست میفرسه از زندان، تازه به دیگران میگه چجوری به اصطلاح حکومت کنید، چجوری چی میگن حزب تشکیل بدید. از اون بر میبینم اون آقایی که
ویدیو میفرسه از داخل از داخل زندان. بعد ما میبینیم مجاهدین میان حتی عکسای شما رو برمیدارن استفاده میکنن، نمیدونیم اینا با اجازه شما هست نیست، مینویسن اینها هم از ما حمایت کردن. بعد شما توی صحبتاتون خیلی چیزا رو کاور کردید، به قول آمریکایی‌ها میگن خیلی ویگ، یعنی این کارایی که شما میکنید من میبینم از جنبش کارگری تا به اصطلاح دادخواهی برای آقای ستار بهشتی تا حقوق کارگران هست. بعد فکر نمی‌کنید که به همین خاطر هست که شماها نتونستید جمعیت مردم رو جمع کنید؟ وقتی که امروز نگاه میکنیم میبینیم اون جلوی سازمان تأمین اجتماعی این همه آدم جمع شدن. ببینید خدای نکرده، من نمیخوام سوء تفاهم بشه که توی صحبتام فکر بگیم که مثلا مردم ایران مفتخورن یا مردم ایران فقط به دنبال منافعشون میان بیرون، فکر منافع و حقوق بشر نیستن، فکر آزادی سیاسی نیستن. ولی یه چیزی، من دبیر بودم تو ایران، من اگر دبیر بودم شما باید یه وجه مشترکی برای من پیدا کنی تا من با اون دانشجو بیام بیرون، یا من و اون دانشجو با اون کارگر مثلا شرکت نفت با هم بیایم بیرون. آیا شما دوستان که جمع میشین بعدش که میرید یه جا میشینید فکر نمی کنید چه کار کنید که دفعه دیگه این وجه مشترک ها بیشتر باشه تا افراد دیگه ای بیان که میگن خب ما بیام چه کار کنیم، ما رو میگیرن؟ جان بله شما پاسخ افرادی که اینجوری صحبت میکنن، یا اون دوستی که به من گفته با شما مصاحبه کنم گفته که این آقایون، که من همون موقع پاسخ دادم گفتم خب آقا باید بشینیم تا همه مثل آقای سیرجانی کشته بشن بعدم بگین این خوب بود، و الا آقای سیرجانی هم که آمده بود اینجا انقدر گفتن این با حکومت و با دولت که گفت بابا من از دست اینا برم، آخوندا بهتر از اینا هست. آقای سیرجانی، سعیدی سیرجانی گفته بود، گفته بود بله آخوندا بهتر از ماها هستن، البته من تو واشنگتن هم، گفته بود اونایی که تو کالیفرنیا هستن. شما پاسختون به این گونه افراد چیه؟ احتمالاً هر روز هم شما با همین سوالا و با همین طعنه و برخورد دارید، ولی شما خیلی قشنگ گفتید، گفتید الان دیگه سالهای 60 نیست. اون رو یه مقداری بیشتر برای ما باز کنید، توضیح بدید لطفا. بله ببینید دوستان عزیزم، ما فارغ از همه این صحبت ها، البته انتقادات رو میپذیریم، اینی که شما فرمودید کارگران امروز جمع شده بودن در برای تامین اجتماعی بسیار خوب، قبل از اون کانون صنفی معلمان چند بار عرض کنم که فراخوان داد معلمان جمع شدن. ببینید دغدغه های صنفی و اقتصادی با دغدغه های سیاسی کاملا متفاوت هستش. امروز آمده بودن کارگران، بسیار کار خوبی کرده بودن، عرض کنم که فعالان دولتی از نمایندگان مجلس هم آنجا بودن. فرق میکنه با کسانی که ما میخواهیم که این حکومت نباشد دوستان، ما فرق میکنیم با اونهایی که میان فقط دغدغه معیشت دارن. اگر برای دغدغه معیشت آزاد بذارم خیلی ها خواهند آمد، ولی همین گونه که این جنبش دادخواهی ما از پارسال آرام آرام شکل گرفته، ما همینطور آرام آرام پیش خواهیم رفت. و عرض کنم که این حاکمیت در طی 36 سال این مردم رو به این روز رسونده. حالا ما اگر میخوایم من و آقای نوریزاد و آقای ملکی و چند تا خانواده زندانیان جان باخته بیایم اونجا همه مردم جمع بشن دور ما، نه، هنوز همچین حکایتی نیست و ما هم نمیخوایم چنین چیزی باشه. این مردم هنوز به اون آگاهی نرسیدن، چرا که من در این سرزمین دارم زندگی میکنم و عرض کنم با بودن این همه رسانه های ارتباطی که هست، هنوز طبقه عوام، منظورم بی احترامی به کسی نیست، طبقه ناآگاه در این سرزمین بسیار هستن. این که بخوایم ما اینا رو همه رو به خیابون ها بیاریم، ما همچین عرض کنم که مسئولیتی رو نداریم. ما از من خودم وقتی که میام در برابر حاکمیت وای میستم، در کنار دوستان برای این جنبش دادخواهی، نه اینکه چیزی رو از دست دادم، نه اینکه کسی رو از دست دادم، نه اینکه برای از کنم که دغدغه مالی دارم، نه خیر، من از کارم میزنم، از زندگی میذارم، زندگیم و خانوادم رو به خطر میندازم، میام اونجا. همینطور دوستان من این کار رو انجام میدن، دائم در تهدید هستن، دائم اینا رو به شکلهای مختلف میکشونن، دست کنم که در این نهادهای امنیتی و مدنی، ببخشید انتظامی و
نظامی و به حال اینا رو تهدید میکنن. این چنین نیست و مردم هم به اون فعالانی که در اطراف ما هستن هم اینها رو میدونن. هنوز ترس در این سرزمین حاکم هست. این ترس خب اگر بریزه دیگر نیازی نیست. ما میخواییم این شجاعت بین مردم تسری پیدا بکنه. ما میخواییم اگر این شجاعت به وجود بیاد این ترس ها بریزه دیگه ما کاری نداریم. خب آقای احمدی راغب عزیز، ببینید هر کسی یک کاری رو شروع میکنه یه برنامه ای داره که به هدفش برسه. شما وقتی میگید که ما نمیخوایم که مردم بیان برای چیزایی که ممکنه جنبه مادی داشته باشه، بعد از اون ور میگید که مردم ناآگاه هستن، پس حقیقتاً برنامه شما چیه؟ چگونه چه کاری دارید میکنید که مردم آگاهیشون زیاد بشه؟ شما مثلا میرید جلوی لاستیک دنا وای میسید، اونجا افرادی که میان معمولا رد میشن امروز همونایی هستن که فردا میان رد میشن. به این صورت نیست که شما اینجا بهش میگن گراس روت موومنت، یعنی جنبش های پایه‌ای و اساسی از پایین. مثلا آقای اوباما این کاره کرد. برنامهش چی بود؟ میگو آقای احمدی راغب شما امروز برو مثلا نازی‌آباد، آقای نوریزاد شما امروز برو شمیران، آقای فلانی شما برو میدون اعدام، نمیدونم حالا اسمش چیه، و مردم رو صحبت کن. و الا اینی که شما میان اتفاقا باز شما کار من خیلی راحت میکنید. شما باز گفتید که مثلا دغدغه مالی و اینها، خیلی هم میپرسن اینا بیکارن هر روز میان وای میسن، کی بهشون پول میده؟ که من میگم خب بابا ممکنه هفته یه روز میان ولی عکسشون ما هر روز میبینیم، و تازه انقدر تو ایران بیکاری هست که ای کاش بیکارا میمدن. برنامه شما ها چیه؟ مثلا آقای نوریزاد من نوشته هاشو دنبال میکنم، اینجوری برمیاد که اگه ایشون چیزاشو بهش بدن خانوادش هم آزاد باشه که بره خارج، ایشون فردا بلند میشه مثل اکبر گنجی میاد خارج. یا همون آقای محسنی که تو دانشگاه هستن، اسمشون چیه؟ اون ببخشید آقای دکتر ملکی. بله آقای دکتر ملکی در این پلاکارتی که دست ایشون هست، حالا شاید تصادفاً این پلاکارت رو دادن دست ایشون، یا نوشته که چرا ما را ممنوع الخروج کرده ای. ببینید پلاکارت یعنی اینکه کسی که میاد تظاهر به جای اینکه داد فریاد بزنه گلوش بگیره یا پلیس بزنتش، نوشته رو میگه که منظورش و خواستش رو به دیگران منتقل کنه. وقتی آقای محمدی اینو میگیره دستش، گفتید آقای ملکی نه، این رو میگیره دستش، یعنی من خواستم اینه. بعد من نگاه میکنم میبینم خب یه آدمی به این سن و سال میگه من میخوام بیام خارج، بهش بگن برو خارج، یعنی که تموم شد، فردا ایشون میاد خارج و این موومنتی که شما دارید، جنبشی که دارید تموم میشه. یا اون مادران داغدار برنامه چیه؟ خب اونم میاد میره تو ادارهش به ریش من و شما میخنده، اون کسی که قاتل فرزند اینها بوده، قاتل ستار بهشتی بوده یا زندانبان خانم ستوده هست. من اون چیزی که هدف شما مقدس، هدفتون رو هم ما میدونیم منتقل کردید، ولی برنامه‌تون رو نمیدونیم. خب ممکنه بگید اگه ما برنامه رو به شما بگیم شما میرید ما رو راپورت میکنید، گزارش میدید. خب اگر قرار باشه به کسی اطمینان نکنید، نگید بابا من مامور هوابرد بودم تو شیراز، مامور حکومت نظامی، شبنامه ها که میومد برنامه بود، امروز ساعت اینقدر مسجد حبیب باشید، بعدش برید مسجد نمیدونم امام رضا فلان بیسار، این برنامه ها رو پخش میکردن. اون وقت دو تا خوبی داشت، یکی این بود که مردمی که نمیدونستن آگاه میشدن میرفتن، یه خوبی دیگهش برای اونا این بود که ترس و وحشتی توی ماها که وایساده بودیم مامور حکومت نظام بودیم ایجاد میکرد که وای فردا کدومون به اصطلاح بیچاره میشیم، دست اینا گیر میفتیم، تو کدام کوچه پس کوچه. شماها برنامه‌تون چیه؟ خداییش روزی که کارتون تموم میشه به هم خسته نباشید میگید میرید خونه، دوباره فردا قرار میذارید میایید بیرون، یا یه برنامه‌ای هست؟ حس کنم خدمت شما جناب پارسای سوربی عزیزم، ما حزب و تشکیلات نیستیم. اونی که شما میفرمایید به درستی اشاره کردید، اون کار حزب و تشکیلاته. اگر چنین حزب و تشکیلاتی بود که تا به حال در این 36 سال این سرزمین کارش به اینجا نمیرسید. پس کار ما حزبی و تشکیلاتی نیست، یعنی اون دقتایی که شما میفرمایید، اون اهداف و آرمانهایی که میفرمایید درش نیست، آرام آرام شکل گرفته. آن پیرمردی که شما میفرمایید آقای دکتر ملکی هستن، عرض کنم که آقای نوریزاد و خانواده جانباخته کن که میان،
ببینید عکسی که اون نوشته که آقای دکتر ملکی در آغاز به دست گرفت از اونجا شروع شد، بعد آرام آرام عکس نرگس محمدی رو دست گرفت، بعد آرام آرام عکس معلمان فعال کانون سنتی که زندانی هستن به دست گرفت. بعدم من بگم خدمت شما، خودتون خوب میدانید استاد هستید، روش های مبارزه امروزی شده، مانند 30 و 40 سال و دهه 50 و 40 و اینها نیست. روش های مبارزه امروز این چنینه که ما البته که با حضورمون شنبه ها در برابر زندان ابیم و دوشنبه ها در برابر دفتر لاستیک دنا در میدان ونک اینها رو انجام میدیم و گزارش ها و عکس ها رو توسط همین رسانه هایی که در دسترسمون هست به گوش دیگران میرسونیم این پیام ها رو. ما خواهان آزادی همه زندانیان سیاسی، صنفی، عقیدتی به هر شکلی در این زندان های جمهوری اسلامی هستن. این گام اول ماست، پس از این گام دیگری برخواهیم داشت، یعنی شما تردید نکنید. اما اون گام رو که هر آن من نمیگم، اون گام هم پس از اون که این کار انجام شد اون گام برداشته خواهد شد. شما اجازه بدید، زمان میخواد. ما نیومدیم عرض کنم که ناگهان مثل این حکومت های نظامی که یک شبه همه چیز رو زیر رو بکنن بخواهم چیزی رو زیر رو کنم، چنین توانی رو ما نداریم. ما باید آرام آرام پیش بریم. بسیار ممنونم از شما، بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. هر وقت که لازم دونستید و دیدید که تلویزیون مردم میتونه کمکی باشه برای اینکه صدای شما رو به دیگران برسونه، به قول معروف مزایقه نکنید، با من تماس بگیرید. همین امکانات کمی که داریم در اختیارتون میذاریم تا با دیگران در تماس باشید. درود بر شما جناب سوربی عزیزم که پیگیر از کنم که این جنبش بودید و از کنم که در برای حقوق بشری دارید و بینندگان محترمتون. سپاسگزارم از همه شما. ممنون از شما، با هم در تماس باشید. بدرود. بله با امید دیدار، خدا نگهدار. خب دوستان عزیز، با آقای زرتشت احمدی راغب بودیم از ایران، از تهران. و من دوستانی که مثلا یه خانم افغانی برای من نوشته بود از اون دختر 9 ساله‌ای که سر بریدن بگو، یه خانم دوستمون هست برای من گفته بود که از جوانایی که در ایران کشته میشن بگو، گفتم والا خود من که اینجا هستم بچه هامو برداشتم فرار کردم، این به شما چیزی نمیگه؟ حتما باید من یه مثل سری عکس خونالود بیارم به شما نشون بدم، شما رم گریه و ناله کنی، پول جمع کنی مثل دیگران؟ یا اینکه اون ضرب المثل معروف که میگه در خانه اگر کس است یک حرف بس است. من ضمن اینکه به این دوستان احترام میذارم که این کار رو انجام میدن، شنبه ها میرن جلو زندان، دوشنبه ها میرن جلو لاستیک دنا، من فکر نمی کنم جنبش های اینجوری به جایی برسه. اگر شما میگید ما برنامه داریم، به نظر من باید برنامه هاتون رو با مردم در میون بذارید، بگید که ما برنامه‌مون اینه، جاهاتون رو هی تغییر بدید. و الا شما بعد یه مدت که میرید جلو لاستیک دنا، قولتون میدم اون کسی که مثلا بارون میاد میخواد با سرعت بره داخل، یکم هم به شما قور میزنه که بابا اینا هم هر روز اومدن اینجا، اینجا برای ما سد معبر کردن. این نظر منه. من اگر بودم یه همچین چیزی بود، الان اینجوری که شما میگید یه فضای باز سیاسی ایجاد شده، خب چرا که نه، چرا اینقدر هممون میگیم ما حزب نمیخوایم، ما گروه سیاسی نیستیم؟ شما گروه اجتماعی باش، گروه حقوق بشر باش، سیاسی نباش اگه کلمه سیاست رو بد کرده. در هر صورت من فکر نمی کنم آقای ملکی، امیدواریم که 120 سال عمر کنه، ولی حضرت نوح هم که به دروغ به ما گفتن عمر طولانی داشت 90 سال عمر کرده بوده، چون اون موقع تاریخ رو اشتباه می گفتن، ماه و سال اشتباه می کردن و همچین عمر طولانی هم نداشته. در هر صورت این بنده خدا فردا اگه فوت بشه بره، خب شما باید به جای یه نفر که میره 10 نفر، 20 نفر، 100 نفر جایگزینش بشه. و الا اون کسی که مادر ستار بهشتی هم پس فردا بنده خدا کبر سن دق میکنه، تازه شماها آیا برنامه‌ای دارید که به اینها کمک کنید؟
دولت که بچهشو کشته حتما حق و حقوقی هم بهش نمیده. یا شنیدم مثل که میخواستن ایشون رو ساکت کنن، ایشون قبول نکرده بوده در مقابل یه وجهی یا چیزی. ولی شماها برنامه دارید، اون کسی که میاد میگی من میخوام دنبال آزادی باشم، یه پولی جمع کنید، مخارجی بدید، نمیدونم از این نگهداری کنید، ببینید دیگران چجوری جمع کردن نیرو. درسته که آمدن دروغ گفتن و ما به شما نمیگیم شما هم دروغ بگو، ولی شما اون حقیقت خوب رو بگو که توی فکرت هست، بعد ببین مردم میان یا نه. برای خودم یه تایم لیمیت بذار، یه محدودیت زمانی بذار، بگو من آقا تا 6 ماه دیگه، الان که زمستونه، زمستون تظاهرات و اینها کم سخته، ولش کن. بهار که شد شما بگو آقا من اول بهار تا آخر تابستون امسال 6 ماه میخوام یه حزبی راه بندازم، آقای نوریزاد دبیر کلش باشه، مردم بیان اسم بنویسن. شما اینجوری که میگید والا ما تو همین آمریکا اینجوری نمیتونیم تظاهر کنیم، هر روز بریم یه جا وایسیم. اگه میگید دروغ میگم، یکی بیاد با من بیام بریم یه جا چوب بگیریم دستمون، چی میگن از این پلاکارد بگیریم دستمون، دو روز وایسیم ببینیم چی میشه. اگه عکسمون رو نیومدن بگیرن بگن اینا تروریستن میخوان اینجا یه بمب بذارن و فلان و بیسار اینا. شما قشنگ داری میگی فضا عوض شده. خانم نیر عزیز، ایشون میگه اون فضایی که من و شما توش بودیم نیست. الان میبینید آمده با تلویزیونی که در خارج هست تماس گرفته، صحبت میکنه، شماره خونش داده، شماره موبیلش هم داده. من چند سال پیش فکر کنم باز اولین تلویزیونی بودم که با آقای باطبی زاده، درست میگم احمد باطبی صحبت کردم. بعد اونم آقای حسیبی شماره تلفن دستیشو به دست آورده بود، داده بود و من زنگ زدم که آقا من از زندان آمدم بیرون، میخوام برم امتحان بدم، من باید با شما قطع کنم، اگه بفهمن با شما صحبت کردم مدرسه و دانشگاه و که زندان و اینها هرچی بود از دست میدم. الان دیگه نیست، طرف از تو خونش نشسته 12 شب داره با ما صحبت میکنه و میگه من خواهان براندازی این حکومت هستم. من و شما جرأت نمی‌کنیم هنوز تو تلویزیون آمریکا نشستیم بگیم که ما بخوایم براندازی کنیم. ببینید طرف چقدر طول داد، چرخید این ور اون ور اون ور، تا آخرش حزب سکولار، حزب فلان، حزب بیسار. آقای نوریالا حالا اومده میگه نه آقا اینها اصلاح شدنی نیست و باید براندازی کنیم. ولی این آقا با شهامت وایساده اونجا اینو میگه. ولی ایشون اگه از من بپرسه میگم من روش سال 2000 اصلا من هیچ وقت فعال نبودم که بدونم، ولی اون ای کاش شما کاری به 2015 نداشتی، برمیگشتی روش گاندی، روش مارتین لوتر کینگ، روش همین آقای خمینی و طرفدارانش و مال قرن 19 و 20 و اینها رو میمدی دنبال میکردی، به نظر میرسه اونها به نتیجه رسیدن. روش سال 2015 چیه؟ مثل تونس یکیتون خودتون آتیش بزنید که اونم که با اون بدبختی افتادن. یه مقدار با هم بحث کنید، خودتون رو بذارید به جای اون شخص مخالف. مثل اینجا وقتی شما یه دادگاه داری، وکیلت میاد به جای اون طرف مقابل شما رو زیر سوال میبره، برای شما آزمایش بشه فردا اگه ازت این سوال کرد شما چی میگی. خودتون از خودتون سوال کنید، افرادی رو که باهاتون مخالفن دعوت کنید، بگید آقا بیا همینجا که وایسادیم با هم صحبت کنیم. به من بگه آقای نوریزاد شما سر تا سر ایران گشتی، چند هزار نفر توی دفتر شما هستن، چه روزی شما میتونید بگید این همه هزار نفر بیان بیرون توی خیابون، نه توی پیاده رو، توی خیابون بشینن راه رو بند بیارن تا دیگرانم آگاه بشن؟ نداری، نمیتونی، فقط میری هی دست اینو ماچ میکنی، پای اونو ماچ میکنی، مردم هم به به، درود ورود، درود خروج، تموم شد رفت، دوباره فردا یه حرکت دیگه. و شما ببین حرکت معلمین، میگید معلمان را آزاد کنید. آقا هر مدرسه 10 تا معلم داره، چرا معلمان نیستن اونجا؟ اگه یه معلمی زندانه، معلمای دیگه نمیان، دو تا اشکال داره، یا اون معلمه که زندانه واقعا حقش زندان باشه، یا این معلما بی غیرتن. شما بیا تو این تلویزیون بگو سوربی این معلمایی که نمیان بی غیرتن. بعد باید صنفی بشه، باید مردم اگر گوشت گرونه بیان بیرون. بابا تو اسرائیل قیمت پنیر و اینا یه مقدار رفت بالا، 3-4 سال پیش بود، چنان تظاهرات کردن دولت گفت غلط کردن،
اگه از جیب خودمون هم باشه میذاریم، ولی شما نمیخواد پول بدید. در اصل ممنونم اون دوستمون که به من گفته بود اگه امکان داره با ایشون مصاحبه کن. شما هم اگر کسی هست که مایلید مصاحبه کنید، به شرطی که مثل این آقا حاضر باشن. بعضی هاشون اصلا میترسن، فقط با اونایی که به به و چه چه بهشون میگن آفرین بر شما، درود بر شما، ما هم اینجا هستیم، هر وقت شما خودتو به کشتن دادی، وقتی که اون فرش قرمز شد ما میام رو فرش قرمز راه میریم. اونا رو ما نمیخوام. ولی افرادی مثل ایشون میگه آقا من دنبال نمایندگی مجلس بودم، دنبال نمایندگی این بودم، دنبال نمایندگی این بودم، اینا هی منو رد کردن. چرا باید توی مملکتی کسی که میخواد، کسی که نامزد شده، شما باید ردش کنید؟ بذارید مردم انتخابش کنن. البته خمینی زود جواب داد. خمینی گفت اگه 30 میلیون بگن بله، من میگم نه. و ما اون موقع هیچ کس نمیفهمید. آقای نوری علا و این ور اون ور تازه نامه برای خمینی مینوشتن، تشویق نامه مینوشتن. حالا اومده توی کلرادو پول سوشال سکیورتی میگیره، حقوق بازنشستگی میگیره، از این ور اون ورم که خدا میدونه از کدوم ور کدوم ورم پول میگیره، و حالا برای ما شده روشن فکر. خب وقتی روشن فکر ما این باشه، بنده خدا آقای راغب احمدی هم، احمدی راغب، اتفاقا ما یه دوستی داشتیم توی شیراز، آقای احمد راغبی، کارمند پتروشیمی بود. اگه کسی ایشون رو میشناسه، وقتی هم اومدیم آمریکا یه بار اومد، فکر کنم شیکاگو زندگی میکنه، حالا نمیدونم کجا زندگی میکنه، آقای احمد راغبی. و این دوستمون که باش مصاحبه کردیم زرتشت احمدی راغب بود. با ایشون تماس بگیرید، فیسبوکشون نشون دادم. حسن این برنامه اینه که تا یکی دو ساعت دیگه این ویدیوها روی یوتیوب قرار میگیره، روی صفحه بایگانیمون قرار میگیره. اگه شما قادر نیستین این برنامه رو به صورت زنده از تلویزیون مردم ببینید، بیاین تو صفحه مردم تیوی دات کام، اونجایی که همینو نوشته که اگر قادر نیستید کلیک کنید، میتونید اینها رو از یوتیوب ببینید. و اگر اون سیستم جدید بیاد، شاید برنامه های زنده رم به طبق اون خواسته دوستمون که دیگه جوابم نداد که آقا برو بذار رو اندروید، برو بذار رو این، میگه آقا برای چی برم بذارم؟ تو حاضری 5 دلار بدی در ماه که من بکنمش 50 دلار؟ نه، هیچ کی جواب نمیده. خب اینم از این، ببینم دیگه براتون چی دارم بخونیم و بریم دنبال کار و کاسبی و زندگی. شما رو هم بذاریم برید دنبال کار و کاسبیتون. و اما ترجمه کامل این رو خوندم، آقای مهدی تبریزی رو گفتم، از بهار عربی تا تبخش داعشی، اون سیاستمدار، تاجر، جاسوس، این آقای چلبی. و اما ندای آزادی شماره، ببینید مثلا آقای نوری علا با آقای کوروش زعیم مصاحبه کرده یا مقاله نوشته. خب که چی آقای نوری علا؟ شما اینایی که تو کشور آزاد هستن دنبالت نمیان. آقای زعیم بنده خدا که تو ایرانه بیاد دنبالت که چی بشه؟ بگیرن دوباره بنزنی زندان؟ من نمیدونم، شاید من اشتباه میکنم، شما فکر کنید من اشتباه میکنم، شما بیان نظرتون رو بگید. این علی شیرازی هم همینسه very interesting. آقا تایتل یا سابجکت very interesting نباید باشه. البته این یکی تا میزنیم و عکس کامپیوتر اینا واز میشه، ولی کلن باید شما یه تیکه از اون مطلب رو بنویسید. مثلا بنویسید زندگی ما از سال 91، از سال 1981 به این شکل در اومده. در صورت یکی از استادان بازنشسته دکتر جعفر نیکی یا نیاکی، معلوم نیست درست اینجا، که به 96 سالگی رشته دیده شهر خواندنی زیر را به آمریکا، از آمریکا به ایران فرستاده است. طنزی قوی در این نوشته به کار رفته است. نامبرده استاد حقوق بین الملل دانشگاه ملی بود، انسانی بازوق و شوخ‌طبع. با سلام و تحیات فراوان از حال و روز این نوجوان دور از وطن پرسیدید. این قبلا خوندم ولی قشنگه برای روز جمعه، مخصوصا یه بار دیگه براتون بخونم. بذارید من نوشتارم نشون بدم که اگر یه وقتی اشکالی هست شما خودتون تصحیحش کنید. بله، این نوشتارم صفحهش و اندازه صفحه کامپیوتر شما یا تلویزیونای شما کنیم، شد یا خیلی ریز شد اب نداره دیگه. بله،
یکی از استادان بازنشسته بله گفت که با سلام و تحیات فراوان از حال و روز این نوجوان دور از وطن پرسیدید. نیکبختانه روزهای غربت را با تنی چند از همدندانها که هنوز در قید حیات هستند و متوسط سنها از 90 سال فراتر رفته است گرد هم می آییم و به سبک دایجان ناپلئون به حل و فصل مشکلات جهان می پردازیم. واقعا این شرح حال این دوستان فعال سیاسی در خارج کشور. هر ماه یا هر دو ماه به افتخار یکی از دوستان برمیخیزیم و 5 دقیقه سکوت میکنیم. بیشتر این دوستان به مرض طول عمر گرفتارن و تعدادی هم تأخیر فوت دارن، اما در مورد وضع خودم با گذشت زمان دیگر جرأت نگاه کردن به آینه را ندارم. آخرین باری که در آینه نگاه کردم خود را نشناختم. قبلا می گفتم فتبارک الله احسن الخالقین، حسن یوسف دارم، اما حالا به زبان فصیح به انگلیسی می گویم شت. آن همه موی فرفری مشکی و پرپشت چه شد؟ اکنون کله تاس در آفتاب می درخشد و پول سلمانی را صرف جویی می کنم. از چین و چروک صورت و پیشانی می پرسی که همه غمم این است که جلالت مآب رئیس جمهوری قبلی ما چرا از آن همه پولی که صرف ترقه سازی کرده قدری برای اختراع اتویی نداده است که چین و چروک صورت و پیشانی و دستها را صاف و صوب کند، آنقدر لکه های زرد و قهوه‌ای مختلف الوان روی دست و پا نزول اجلال فرمودند که مرا پلنگ صورتی، پلنگ خط و خالی و گل باقالی صدا می کنند. پستی بلندی روی دست و پا، کوتاهی رگها مرا به یاد هزار دره در راه جاج رود می اندازد. به علت قبقب و بوغلمون شدن زیر گلو پیراهن ترولتک تورتل نک، این پیراهنی که یقه اسکی میگفتیم تو ایران، اینجا بهش میگن تورتل نک، یعنی مثل یقه، مثل گردن لاک پشت. از چند سانتیمتری آنها را ببینم هر چقدر چشم هست برای آب مروارید، آب سیاه، ماکولا، استیگما، آب مقطر، آب علی استفاده کنم و چون چشم چپم ماکولا دارد همه را با یک چشم نگاه می کنم. از کیسه های زیر چشم چه عرض کنم، مبلغ زیادی به دلار دادم، کیسه ها را صاف و صوف کردن، بدتر شد. به دکترم گفتم من همه چیز را دوتا میبینم. گفت چطور مگر؟ گفتم رفتم کنسرت انوشیروان روحانی که پیانو میزد، من هم او و هم ارکستر را دوتا میدیدم. گفت دکتر شانس آوردی، پول یک بلیت دادی حالا دوتا میبینی، شکایت هم داری؟ از بس دکتر بیمارستان رفتم خیال دارم خانه نزدیک و دیوار به دیوار بیمارستان و مطب اطباء اجاره کنم، زیرا ساعات روز را بیشتر در مطب‌ها هستم تا در خانه خود. نرس ها از دیدن قیافه من در عذابند. یکی از آنان به دنبال سیانور و آرسنیک میگشت که به جای قرص دوا به من بدهد تا از شر من راحت شود. سال گذشته دکترهای معده و کمر و چشم و زانو را بیشتر دیدم تا همسر و بچه ها و نوه ها را. چقدر باید اندوسکوپی، گوماداسکوپی و عکس های سینه و معده و روده و کمر و زانو و شانه MRI را گرفت. آلبوم این عکس ها از آلبوم خانوادگی هم قطورتر شده است. نمیدانم گوشت ها و برامدگی های باسن کجا رفته که حالا مثل ته قابلمه صاف شده است. قد من که یک وقت همچون قد سر بود حالا چنان گوش شده که کار به عصا و واکر کشیده و باید مرتب به نزد خیاط بروم که شلوار را کوتاه کند. وقتی شلوار می پوشم به جای کمربند بند تنبان می بندم که شلوارم نیفتد. در مورد گوش، برای اینکه مردم نفهمند که من کر هستم، $3,200 دادم یک سمعک ریز کوچک گرفتم که دیده نشود. سمعک آنقدر کوچک و ریز بود که در گوشم گم شد. مجبور شدم $250 بدهم تا دکتر با پنس درش آورد. در مجالس مهمانی از ناطق میپرسم بله آقا چی گفتید؟ و گاهی الکی سر را تکان میدهم
که یعنی حرفهای طرف را فهمیدم ولی در حقیقت نمیفهمم، نمیفهمیدم. خدا پدر سازندگان کیسه های پلاستیکی را که به انگلیسی گارد میگویند بیامرزد که ادرار بیرون نمیریزد. حالا مثل بچه تازه به دنیا آمده هستم. مو در سرم نیست، حرف نمیتوانم بزنم، راه نمیروم، شلوارم را هم خیس میکنم. چند روز پیش رفتم نزد طبیب طبیب میزرا مجاری ادرار. گفتم آقای دکتر من به حبس البول شاشبند دچار شدم. گفت چند سال داری؟ گفتم 90 و... گفتم وارد 96 شدم. گفت به اندازه کافی در عمرت ادرار کرده ای، بس است، دیگر برای تجزیه ادرار به آزمایشگاه نمیرم، به آزمایشگاه نمیروم، شلوارم را با پست برایشان میفرستم. پاها واریس دارد و پرانتزی شده است. برای اینکه به رفقا پوز بدهم میگویم از بس در جوانی از سواری کردم پاهایم پرانتزی شد. ولی حالا خودمانی، در جوانی حتی الاغ هم گیر من نمی آمد. رفتم نزد طبیب روانشناس، بعد از چند جلسه گفت فایده ندارد، انفت معیوب است یا انفت معیوب است نمیدونم. پراکندگویی تو ارثی است و هفت سایمر داری، به زودی می شود آلسایمر. ایشون هفت سایمر یعنی نصف سایمر، آلسایمر یعنی همه آلسایمر. در قدیم که ورزش می کردم هالتر می زدم، حالا دیگر حالش را ندارم، فقط باقیش را می زنم، یعنی تر می زنم. برای دیدار دوستان دیگر به منزلشان نمی روم. آدرس همه یا بیمارستان است یا نقاهتگاه یا خانه پرستاری. همسرم خواست چشمش را عمل کند، گفتم عمل نکن که اگر بهبودی حاصل کنی و قیافه مرا ببینی زهره ترک می شوی. من حالا آن شوهر 68 سال پیش نیستم. آن امیر ارسلان نامدار که عاشق فرخ لقای فرنگی بود کجا و این فولاد زره و الهاک دیو امروز کجا؟ دیگر از دوستان همسن و سال من کسی نمونده که درد دل کنم. به کی بگم که تاجگذاری محمد علی شاه یادت می آید یا خیر؟ هرچه به رفقا سن واقعی را می گویم باور نمی کنند و می گویند نه بابا بیشتر نشون میدی. دوستان می گویند انشالله جشن 100 سالگیت را بگیریم. با آنها می گویم فکر نمی کنم تا آن موقع شماها زنده باشید. نمی دانم شکر کنم یا کف بگویم. آنچه که در بدن باید بزرگ باشد کوچک شده و آنچه باید کوچک باشد بزرگ شده. برای سرطان پروستات 47 بار ریدیشن کردم و حالا اشعه صادر می کنم و با صداهای مشکوکش که آبرو ریزی است سر می کنم. اما راجع به خواب، شب ساعت 11 می خوابم، چشم باز می کنم خیال می کنم صبح شده، باید صبحانه بخورم. ساعت را نگاه می کنم 1:30 بعد از نیمه شب است. خانم به خواب ناز و من با چشم باز. از 300 به پایین می شمارم، فایده ندارد. می گویند یک گیلاس شراب بخور، می گویم الکلی می شوم. از بیخوابی تمام ناراحتی های دادگاه لاهه را جلوی چشم می آورم و یاد شعر دکتر باستانی پاریزی می افتم. باز شب آمد و شد اول بیداری ها، من و سودای دل و فکر گرفتاری ها. می گویند گوشت بوغلمون بخور خوابت می بره. اگر راست باشد چرا همه بوغلمون ها چشم باز هستند و خواب ندارند؟ حالا که خوابم نمی برد می روم پای تلویزیون. تمام آگهی ها آبجو، همبرگر، کینگ برگر، چیز برگر و صدها چیز دیگر. فراموش کردم در مورد خواهرزاده های دوقلوی پروستاد بنویسم. ناپلئون و کارل مارکس و نادرشاه هم گرفتار دوقلوها بودند. چند روز پیش رفتم آزمایشگاه برای تجزیه ادرار، گفت 220 دلار. گفتم آزمایشگاه سر کوچه 100 دلار میگیره، تازه ادرارش رو هم خودش میده. به دکتر گفتم صبح که بیدار میشم اخلاقم مثل سگ میماند، تمام صبح به قدر خر کار میکنم، بعد از ظهر مثل اسب عصاری به دور خود میچرخم، شب به قدر گاو میخورم. دکتر به من میگوید به دامپزشک رجوع کن. هر وقت سری به صندوق نامه ها میزنم صندوق پر است از آگهی در مورد سنگ قبر، زیبایی گورستان و سوزاندن جسد. تازگی ها یک مؤسسه ایرانی هم به این کار مشغول شده که با رنگ بابا کرم خاکستر را در کوه پراکنده می کند. در حال حاضر
که من هنوز زنده ام بحث بر سر این است که آیا لوله سرم را در بیمارستان قطع کنند یا خیر، و دعوا بر سر این است که خاکستر را در کوره بریزند یا دریا یا در سطل آشغال. آیا با این تفاصیل فکر می‌فرمایید که دیدار به قیامت خواهد بود؟ من که فکر نمی‌کنم. به گفته کمال الدین اسعد اصفهانی این همه خود تیبت است، طنزی است که لبخندی به لب آن عزیز گرامی بیاورد. چندان که تو را به جد بود کار، گاهی به مزاح وقت بگذار، چندان محتاج هزل باشی، هرچند که اهل فضل باشی. بله، این هزل و جوک و اینها هم لازمه. الان جمعه است و اگر شما روزهای جمعه دوره هم با دوستانتون جمع میشید، مشروبی میخورید، قماری بازی میکنید، همه این کارا میگن به اینجا میگن moderation، به اعتدال میگیم. چی میگن؟ به اندازه کافی، زیادی نخورید، زیادی ننوشید و زیادی قمار نکنید. مواظب باشید و به دوستانتون هم تلویزیون مردم رو معرفی کنید. این هم از این ماجرا. ساعت 3:47 است. ما روزای جمعه ساعت 4 بعد از ظهر به وقت واشنگتن فیلم ویدیوهای آقای حسن ارشاد رو از ایران نشون میدیم. ایشون به دلیل این که الان کار بنایی گرفتار شده و میگه 6 ماه اسیر بنا شدم، امروز یه ویدیویی رو فرستاد. بعد بنده خدا گفت نه اشتباه کردم، فعلا همون ویدیوی قدیمی رو نشون بده تا اینکه یکی دو روز آینده یا احتمالاً جمعه آینده. در هر صورت شما هم اگر مایل هستید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید، تلویزیون مردم رو به عنوان ارگان و یا صدا و یا بلنگوی سازمانتون، شرکتتون، جنبشتون استفاده کنید، حتما این کار رو انجام بدید. بارها گفتم، به شوخی به دوستان میگم، اینجا میگن که بابا اینقدر گرونه، مثل این که دست و پای آدم رو قطع میکنه. ما یه دست یا یه پا رو قطع کنیم بسمونه. هزینه های اینجا خیلی کم، ناچیز. دلیلش هم اینه که ما پامونو به اندازه گلیم خودمون دراز کردیم. من افتخار میکنم، یه بار آقای سکویی اگر اشتباه نکنم به من گفت که تلویزیون دوزاری مردم از خونش پخش میکنه، ولی دیدیم اونی که مای 80,000 دلار از مردم گرفت و داد چیز به کجا رفت، فکر کنم الان شده منشی خانمش توی مطب دکتر، که نمیدونم اینا همشون دکترن، دکترای ایشون هم مثل که آقای صمدانی مرحوم داده بود. در هر صورت همینجوری که ایشون فوت شد، ایشون هم دکتراش باطل شد. ساعت 3:48 است. 12 دقیقه بریم آهنگ شعرهای احمد شاملو، شعرهای خیام رو با صدای احمد شاملو بشنویم. بعد از اون آقای حسن ارشاد ویدیوهاش پخش میشه، شما هم استفاده کنید یا برید کانالای دیگه بهتر و بیشتر ببینید. از صفحه آرشیو یا بایگانی ما هم استفاده کنید. باز هم ممنونم از آقای زرتشت احمدی راغب که مهمان برنامه ما شدن. روز روزگار بر شما دوستان خوب و خوش. به امید دیدارتون دوشنبه چندم میشه؟ 23. بله، دوشنبه 23. مرسی.